ولعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما عزاداران حسینی، شما بینندگان برنامه ویژه برنامه ایام اربعین آقا امام حسین علیه السلام که به صورت زنده از شبکه مرجعیت و شبکه امام حسین علیه السلام تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید، عزاداری هاتون مورد قبول صاحب عزا بیبی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه و انشالله همکنون آماده باشید تا با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. همچون شبهای گذشته امشب هم کارشناس عزیز و محترم نماینده آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در کشورهای اسکاندیناوی شیخ زکی بیاتی در استودیو حضور دارن و از طرف شما و خودم خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. اجازه سلام بنده رو بپذیرید. سلام علیکم، خسته نباشید شما. سلام باشید. خیلی ممنون و متشکرم. اجازه امشب هم برنامه دیگه رو در خدمت شما هستیم و انشاءالله قرار هست راجع به مقام منزلت آقا عبدالله حسین علیه السلام صحبت بکنیم. ادب اقتضا میکنه که قبل از صحبت با بینندگان عزیز خدمت صاحب این ایام آقا عبدالله حسین علیه السلام عرض ادب و سلامی داشته باشیم و بعدش انشاءالله خواهش میکنم بحث رو شروع بکنیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا آقا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك فاطمة الفجيعة، السلام عليك وعلى أمك أم البنين ورحمة الله وبركاته. أحسنت. طيب الله يحفظك. رأي بيتي در شبهای گذشته حول محور آقا عبدالله حسین علیه السلام صحبت کردیم و بیت شعر این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست رو به عنوان شاهراه و شاه بیت مطالبی که در این شبها به اونها پرداختیم قرار دادیم و شما راجع به آقا عبدالله حسین علیه السلام از زوایای مختلف مطالب مختلفی رو بیان فرمودید. آقا امام حسین علیه السلام سومین امام شیعیان هست و وظیفه اگر اشتباه نکنم به این لفظ اگر بخوایم بیان بکنیم، آنچه که خدای عزوجل امر فرموده بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، هدایت بشر و تداوم خط آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و امامت بشر بر عهده 12 خلیفه و 12 نور پاک بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هست که آقا امام حسین علیه السلام سومین امام از بین این ائمه هستند. در مقابل این امامان گرانقدر، ظالمان و جلاوزه و زورگویانی هستند که اینها از شیطان تبعیت و پیروی میکنند و پیروان شیطان رو هدایت میکنند به سمت گمراهی و ضلال. در قرآن هم از اینها اشاره و تعبیر شده به ائمه کفر. چه ارتباطی بین ائمه کفر و ائمه هدات وجود داره، چه از آیات قرآن چه در قرآن ذکر شده، و خصوصیات هر کدوم از اینها را اگر برای ما بیشتر شرح بده برام کنید ممنون میشم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و ازک السلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسلام و درود خدمت بینندگان عزیز، هر جا که هستن سلام عرض میکنم و دعاگوی و نائب زیارم هستم خدمت تک تک شما، خدمت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیک. ان شاء الله همه هر که آرزو داره به زیارت ابی عبدالله حسین مشرف شود ان شاء الله. خواهش می‌کنم در مطالبی که گذشته امشب یه جمع‌بندی بکنیم. یکی که از معانی این حسین کیست، هرچند که بیت شعری هستش و تمام جوانان، خانواده‌ها، خدمتگزاران امام حسین، هیئتی‌ها
این رو شنیدن، بعضی ها حفظم کردن، بعضی ها در مجالس خود در حسینی ها هم گذاشتن این بیتش، این مصرع شعر، بیت شعر. ما باید حسین رو بشناسیم تا بتونیم به روایتی که آمده عارفاً به حقه باشه، چون اگر امام حسین رو نشناسیم هر چی زحمت میکشیم، قضا بدیم، خدمت بکنیم، روزه، هر کاری، سینه بزنیم، زیارت بیاییم، مشایه بیاییم، پیاده بیام، پول خرج بکنم، اینا قابل قبول نیست تا نشناسم حسین کیست. باید اون امامی که من براش دارم خدمت میکنم باید بشناسم. حقیقتم همینه. و این یکی از اخلاق دین مقدس اسلام که از پیامبر اسلام بر ما عنوان شده، باید بشناسیم امام خودمون، پیشوایان را، تا بتونیم پیروی کنیم و راه اونها را قدم برداریم و بریم جلو. و الا اگر اینطور نباشه، خب ما ائمه کفر داریم، پیشوایان کفر هم هست. در قرآن مجید 5 کلمه ائمه آمده که 3 بار در ائمه ایمان، ائمه خدا، پیشوایان خدایی، و 2 بار در قرآن آمده جمله ائمه، کلمه ائمه بر ائمه کفر. حالا باید ما بشناسیم امام کفر کیه که ازش دوری بکنیم، و امام ایمان و خدایی کی هستش که پیشوا پیروی کنیم. بله، پیروی کنیم. در آیه بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثه. اونها ائمه هستن که خداوند متعال میفرماد اونها مستضعف بودن. این آیه کریمه فقط در امامت امام الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به پایان میرسه، ولی بدایتش مستضعف بودن امامان ما که از زمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام مهدی قایب عجل الله تعالی فرجه الشریف همه مظلوم بودن، همه مستضعف بودن از زور و ظلم مردم و زور و ظلم و ستم بنی امیه و بنی العباس و غیره. هرچند ما در تاریخ اگر ببینیم اولین کسی که عمامه سیاه بین مردم عنوان کرد، عمامه سیاه بنی العباس بودن و گفتن اشاره عمامه سیاه اون چیزی اشاره بر مظلومیت امام حسین و اهل بیت است، و ما با عنوان سیاه میگه رو سر گذاشتیم چون سبز بوده قبلا یا سفید، ولی وقتی که سیاه گذاشتن این لباس سیاه میگه ما عزادار امام حسینیم، و از اون زمان شروع شد. ولی حالا بعدن در تاریخ عوض شد، برای خاندان آل بیت رسول الله، فرزندان امام حسین و امام حسن از اون خاندان مثلا در حوزه ها مثلا عمامه سیاه شدن. بعد ما مسئله امام نمیتونه بر خودش امام باشه. حالا امام جماعت، امام مسجد، امام جمعه، مرجع بهش میگن امام، یعنی این امام که مثلا امام جماعت باشه، ولی مسئله امامی که پیشوا باشه و دستور خدایی داشته باشه باید از طرف خدا باشه، فرستاده خدا باشه، انتخاب کننده از طرف خدا باشه. یعنی جعل منصب امامت و قرار دادن منصب امامت برای شخص تنها و تنها توسط خدای عزوجل صورت میگیره. 100% 100%. ولی هیچ کسی نمیتونه بگه من خلیفه رسول الله هستم یا امام مسلمانان هستم یا امامی هستن از طرف خدا و پیامبر، مگر اینکه انتخاب شده. برای همین پیامبر اسلام ائمه اطهار رو نام برده و به ترتیب هم نام برده، بعدم کنیه گفته، نه فقط اسم، کنیه بر اونها گذشته. و در مقابل آن آیه کریمه هم آمده که میگه اون امامی که شما پیشوا هستید و از او استفاده میکنید و پیرو او هستید، اون امام بعضی وقتا وحی هم داره. حالا وحی به عنوان نزول جبرئیل نیست، ایحاء میشه، یعنی به علم اون امام افزوده میشه. آیه قرآن هم داریم تو این قضیه؟ بله داریم. آیه چی بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. پس امام هیچ وقت نمیتونه امام باشه مگر اینکه خدا جعل، یعنی جعل کرده، اون انتخاب کرده. یک، دوم، هدایت کنه مردم رو با دستور خدا، بی امر اینا، با دستور خداوند متعال. سیم، و اوحینا الیهم، و بر اونها یا حالا وحی میفرستیم یا خبر میدیم
یا نشانه بهشون میدیم که راه را چطوری برن و مردم را چطوری به مردم دستور بدن. این معنای وحی یعنی انقطاع نداره. امامی که از طرف خدای عزوجل انتخاب شده 100% با منبع الهی و منبع وحیانی انقطاع نداره، که مثلا بگیم شخصی باشه کلا از پیام‌های الهی منقطع هست و شخصی است که هیچ ارتباطی با خدای عزوجل، یعنی به معنای این که امام هیچ وقت از آسمان قطع نمیشه. قطع نمیشه. برای همین وقتی که ما میگیم السلام علیکم در نماز، السلام علیک ایها النبی، سلام بر رسول الله، السلام علینا بر ما، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این عباد الله الصالحین مخصوص سلام کردن به امام معصوم، امام معصوم زنده و ائمه اطهار گذشته، یعنی از امیرالمؤمنین تا امام زمان ما سلام میکنیم. هر روز در نمازمون سلام میکنیم بر ائمه اطهار، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که در روایت داریم عباد الله الصالحون ائمه اطهار می باشند، یعنی ما سلام میکنیم و هیچ وقت ائمه اطهار اونا از آسمان هیچ وقت فاصله چیز نمی کنن، همیشه متصل با عین المتصل بین السماء. ما وقتی که دعای ندبه دیگه نمی خونیم، عین المتصل بین السماء و الارض، بین الارض و السماء، این کیز که مثلا همیشه اتصال دارد. شب قدر بر امام که نزول روح و کلیه فرشتگان نازل میشن بر کره زمین، بر کی نازل میشن؟ بر امام، بر امام معصوم که در سوره قدر آمده. بله. تنزل فيه الملائکه و الروح فيها من كل امر. بله. و جعلناهم ائمه يهدون بامر، هدایت میکنن مردم را به دستور خدا، به امر خدا. بعد و اوحینا الیهم، بازم ما دستور میدیم به اونها، یعنی هم خودشون دستور دارن با دستور خدا عمل کنن، مردم رو یاد بدن، و همچنین همیشه رابطه به آسمان داره امام حسین. یعنی عزیزان من، امام حسین رابطه داره به آسمان، چه هرچند که زنده باشه یا بعد از شهادت. چون ما در آیه قرآن دیگه ما گفتیم یه چند شب پیش که شهید با خدا رابطه داره همیشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهید زنده است، چه بسا به فرزند رسول الله و سومین پیشوای مسلمانان ابی عبدالله الحسین سید الشهدا. بعد میگم و اوحینا الیهم، ما بازم وحی میفرستیم بر اونا، خبر میدیم. چه خبری میدیم؟ فعل الخیرات. پس هیچ کسی میتونه بگه من امام هستم و بشه خلیفه رسول الله، بشینه سر منبر و بشینه بگه من خلیفه هستم، امام هستم؟ نمیشه. چون وحی باید داشته باشه، رابطه آسمانی داشته باشه. برای چه کاری؟ فعل الخیرات. مردم عادی فعل خیر، کار خیر را نمیشناسن. یعنی حالا هر چه سوال بگیم کار خیر چی چیه؟ صدقه دادنه، نماز خوندنه، ما نمیدونیم. کار خیری که خدا میخواد فقط خدا میدونه. بعضی وقتا یک سنگ از مثلا مسیر مردم برداری بذار کنار، این بزرگترین کار خیره. بس. یا یک کبوتری مثلا تشنه بهش آب بدی کار خیره، یا دون بدی مثلا، یه چنین چیزی ما نمیدونیم. اون چیزی که بین انسان و خدا فقط معصوم میدونه، اون کسی که با وحی رابطه داره. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، دیگه اوحینا دیگه چی باید کار، چی کار باید بکنن؟ و اقام الصلاه، نه نماز، مثلا اقام الصلاه نه فقط نماز بخونه، مردم را یاد بدن اقامه نماز را. یعنی چطوری نماز بخونید؟ ولی مسئله، چون مسئله نماز خوندن و قانون نماز خوندن، اون مسائل فقهیش امام معصوم باید به ما یاد بده، چون چند تا معنا میده و اقام الصلاه، نه فقط خود امام دستور بده که نماز بخونه. امام که نماز خون هست، نماز میخونه. پس و اقام الصلاه که دستور میاد، که یعنی ای مردم اگر شما میخواد نماز رو یاد بگیرید باید از امام معصوم یاد بگیرید. دیگه و ایتاء الزکا، و چطوری به مردم یاد بدید زکات بدن، خمس بدن، حق مردم رو بدن، حق خدا رو بدن، به فقیر خدمت بکنن. خب امام آیا زکات نمیده؟ خمس نمیده؟ صدقه نمیده؟ چرا میده؟ پس وقتی که میگه و ایتاء الزکا، یعنی ما از امام یاد میگیریم که چون خودش الگوی ما هستش و از او ما یاد میگیریم. بعد و کانو لنا عابدین، این مطلب که آخر آیه و کانو لنا عابدین، یعنی ای مردم، اون امامی که میخواد پیشوا باشه و ما که از او انتخاب خواهیم کرد برای شما فرستاده بشه، اون را ما چیز کردیم، جعل کردیم. و کانون لنا عابدین، یکی از عبادت کنندگان کننده خدا هست، یعنی آدم عادی نیست.
پس بیا بر ما نشانه بده کدوم یکی از مردم غیر از اهل البیت عبادت خدا را بشناسه؟ 100% نمازش قبوله. کی؟ بهترین نحو عبادت بکنه. بله، هیچ کس ما نمیتونیم یه نفری پیدا بکنیم که بگه من نمازم قبوله. الان ما بشیم الان از روز قیامت تا اول زندگی انسان ها بگیریم بیا بگو ای مردم کی میتونه بگه من نمازم قبوله پیش خدا؟ 100% هیچ کس نمیتونه بگه مگر امام معصوم، اون میدونه چون رابطه با خدا داره. پیامبر هم همچینی، چون خدا دستور داده نماز رو اینطوری بخون، روزه اینطوریه، زکات اینطوریه، عبادت اینطوریه، حق مردم اینه، حق خدا اینه، چون حقوق خداوند متعال و دیگران رو فقط امام معصوم یا پیامبر اسلام داره. بله. بعد ما داریم در مسئله ائمه کفر بازم امام داریم. اون امام کی تنصیب میکنه؟ سوال بر همه هم میاد. خب این ائمه کفر که خدا گفته در قرآن کریم و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، امامایی هستن، پیشوایایی هستن که مردم را عوضی که به بهش دعوت بکنن یدعون الی النار، به جهنم دعوت بکنن. خب اینا کیا هستن؟ اینا رو کی انتخاب میکنه؟ اینا کی انتخاب میکنه؟ اینا شیطان انتخاب میکنه. چون ما این جنگی که از اول جلسه اول صحبت کردیم، اون جنگی که بین حق و باطل هست، بین نور و تاریکی و ظلمت، این جنگ شروع شده تا روز قیامت. اینجا مثل که خدا خودش امام میفرسته، پیامبر میفرسته، وحی نازل میکنه، شیطان هم حق داره، جیش و لشکر خودش یک لشکری داره و امام انتخاب میکنه. حالا من میترسم بگم بعدا برامون میگن روایتش هم هست. روایتش هم هست در خود کتب صحاح سته قبل از که میگه اولین کسی که بیعت داد به ابوبکر هنگامی که در خلافت غصب خلافت کردن، شیطان آمد بیعت داد، دیدن یک پیرمردی آمد، مثلا مردم دیدن وارد مسجد شد، دست به شیطان داد، گفت من تو را به عنوان خلیفه در رسول الله انتخاب بکنم. حالا بیا از ابوبکر سوال بکن. پدر ابوبکر، پدر ابوبکر جدعان اسمشه، اومد ابوبکر و نامه فرستاد، ای پدر من بیا به من ایمان بیار که من خلیفه رسول بعد بیعت بده. جدعان که پدر ابوبکر بود گفت کی تو رو انتخاب کرده؟ چه حساب که خلیفه رسول الله بشی؟ رسول الله گفته نه، خدا گفته نه، پس کی تو رو انتخاب کرد؟ مردم به چه عنوانی تو رو انتخاب کردن؟ از همه ایمانت بیشتره؟ یا تو پیشرفت اولین کسی مسلمان شدی؟ یعنی سبقت داری؟ چه مزیتی بر چه مزیتی داری؟ گفت چون من ریش سفید بودم، من از تو بزرگترم ریش سفیدترم. پس معنی ریش سفید بودن انتخاب دین نیست، انتخاب امامت و خلافت نیست. پس اینجا شیطان یه کارای انجام بده که نفر سوال کرده بود که ما اگر بیاییم بحث بکنیم با یهودی ها، مسیحی ها یا کسانی که بت‌پرست هستن، اونا خودشون که ادعا میکنن بازم براشون معجزه میشه و بعضی وقتا چیزایی که میخوان میگیرن، حاجت های میگه حاجت روا میشن. این چه عنوانی داره؟ چطوری حساب بکنیم؟ اینجا مسئله که شیطان همیشه تو زندگی انسان میتونه وارد بشه ولی نمیتونه دستوری بده که عمل بکنن، ولی تو ذهن میاره افکار رو. مثلا به چه روش های وارد میشه شیطان در زندگی؟ توی قضا خوردن روایت داریم، هنگام قضا خوردن شیطان وارد میشه، با شما قضا میخوره، آب نوشیدن یا مثلا شرب هر چی که میخواد بنوشه انسان، شیطان حاضر میشه. یا مثلا حتی در حال ازدواج و حتی در نطفه چیز تشکیل نطفه انسان هنگام ازدواج بازم شیطان حاضر میشه و شریک میشه. بله و شریک میشه. عجب. چون یعنی اینجا شیطان حق داره که شریک باشد، مگر اینکه انسان یک تلسمی که خدا به انسانیات داده زره بشه مقابل شیطان. چی هست اون؟ همین کلمه بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقت گفتی بسم الله، حتی اگر قرآن خوندی، خدا میگه بخوای قرآن بخونی بسم الله بگو. برای همین هر سوره قرآن یه بسم الله داره. بله. و این بسم الله خودش یک تلسمی هستش
که شیطان میسوزد فرار میکنه، مانع میشه از دخول شیطان، میگه اگر نمیخوای شیطان بیاد، میخوای شیطان از چه وقت نزدیک شما بیاد، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شیطان فرار میکنه، دیگه حق نداره اینجا بیاد، تلس میشه. و خدا به ما یاد داده، پیامبر به ما یاد داده، میخوای سفر بگی بگو بسم الله، میخوای در خانه رو باز کنی بگو بسم الله، ثواب داره بری داخل خانه باز کردی کسی تو خانه نیست، هنوز چراغ روشن نکردی یا میخوای وارد در خانه بشی، با دست با پای راست برا و بسم الله بگو و سلام بکن، چون همه جا ما نمیبینیم، همه جا هستن بس. از موجودات دیگه، چه فرشتگان هستن و شیاطین هم هستن و اجنم هستن، پس شیطان شریکه و با ما همیشه شراکت داره تا روز قیامت تا انسان از این دنیا دستش قطع بشه تا بتونه از شر این شیطان خلاص بشه تا لحظه مرگ. یعنی به تک تک این روش هایی که گفته شیطان وارد میشه و انسان رو گمراه میکنه تا اون قسمی که خورده و به عزت که لأغوینهم اجمعین الا عباده که بدهم مخلصین و به عزت که شیطان از تمامی راه ها وارد میشه تا انسان رو گمراه بکنه. فرمایید از طریق خوردن، آشامیدن، وضو گرفتن، نماز خوندن، قرآن خوندن، خوابیدن، حتی اگر بخوای بخوابه، بعضی وقتا تو عالم خواب، تو عالم رؤیا میاد و برای همین بعضی وقتا بعضی از رؤیاها از شیطان است، میگه وقتی که خواب بد میبینی بلند شو بگو اعوذ بالله من الشیطان. تنها کسانی که شیطان به اونها راه نداره همین ائمه هدایی هستن، بله، پیامبر اسلام ائمه اطهار میباشن و پیامبران، چون اینا شیطان از اونها نمیتونه به اونها چیز بشه، نزدیک بشه، چون اونها خودشون یک زره خاصی که خدا زره نورانی خدا به اونها داده که اونها نمیتونن. مثلا یکی از کارهایی که مثلا شیطان نمیتونه نفوذ بکنه با وضو بودن انسان، هر وقت که انسان وضو بگیره یک هیکل نور احاطه میکنه به اون انسان، دیگه شیطان نمیتونه نفوذ بکنه. جایی که شیطان وارد میشه ترانه شنیدن، موسیقی، چون فرشتگان، حالا من یه خورده از برنامه شاید یه خورده دور بشیم، خواهش میکنم فقط یه توضیح بدم. فرشتگان جایی که مثلا سگ باشه، به نسبت بر شنوندگان عزیز، بینندگان، جایی که سگ باشه اونجا که فرشتگان حاضر نمیشن، جایی که نجس باشه فرشتگان حاضر نمیشن، جایی که مثلا موسیقی باشه، کفر باشه یا غیبت برمیدارن فرشتگان حاضر نمیشن. کی حاضر میشه؟ شیاطین. جایی که فرشته فرار میکنه شیطان وارد میشه. پس اینجا ما انسان ها نمیبینیم اینا، ولی احساس میکنیم، توی مسائل روایت هم داریم، یک جنگی هست بین شیطان و ابالسه و فرشتگان. جایی که فرشتگان هستن ابالسه میرن کنار، نمیتونن حرکت بکنن. پس ما باید کارهایی که پیامبر اسلام به ما گفته و یاد داده، سنت رسول الله به ما چیزی یاد داده که ما همیشه میتونیم زرهی یا سفری در مقابل شیطان ها و ابالسه داشته باشیم. حاجا ما تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، خیلی زمان به سرعت میگذره، یه مقدارم برنامه رو دیر شروع کردیم به خاطر مشکل فنی. خواهش. اگر بتونیم دسته بندی بکنیم و جمع بندی بکنیم مباحث امشب رو ممنون میشم از استاد. خواهش عزیز. جمع بندی بکنیم. بله حتما. پس امام باید فرستاده خدا باشه. بله. یا خدا اون رو انتخاب بکنه. یک. دائما در مقابل امام حق امام باطل هم هست. مثل بنی امیه و خلفایی که قصب خلافت کردن و خلفای بنی العباس تا آخرش، هر کی که بگه من خودش رو به عنوان امام یا خلیفه یا پیشوا منصوب بکنه دروغ گفته، مگر اینکه خدا او را انتخاب کرده باشه. دو، خداوند متعال اجازه به شیطان داده که برای انسان بتونه نفوذ بکنه بر کارهای انسان، عمل برد انسان کلن سیطره خود انسان هست و شیطان هم میتونه وسوسه بکنه، میتونه وارد بشه. ولی بازم یک سلاحی هست که رسول الله از طرف خدا به ما یاد داده و جبرئیل هم فرموده به رسول الله، رسول الله به ما یاد داده که یک سلاحی هستش که شما میتونید در مقابل وسوسه شیطان ها و ابالسه چی بشید؟ از خودتون دفاع کنید. یکی همیشه وضو باشه، پاک باشه، چیزهای نجس استفاده نکنیم، با وضو بخوابیم، با وضو غذا بخوریم، غذای پاک باشه، نجس نباشه، و موسیقی و ترانه مثلا نزدیک ما نباشه، چون اینا کلا اینا مواردی هستش که شیطان ها وارد میشن. مواردی که الان اشاره میکنید
خیلی خیلی اتفاق نکات بسیار ارزشمندی هست که ظاهران آقا محسن علیه السلام هرچند برای زیارت آقا عبدالله حسین علیه السلام مشرف میشن همواره با وضو باشن، همواره کارهاشون رو با بسم الله الرحمن الرحیم ای کاش کسانی که در مشای شروع میکنن همیشه با وضو باشه، عبادته کاملا دیگه محافظت میشن از شر شیطان، از هر گونه نفوذ و دخول شیطان در اعمال و رفتار اونها. خب ما در خدمتتون هستیم. بله بعد احترام گذاشتن برای زیارت امام حسین، اگر انسان به فکرش باشه مثلا اون چه کسی داره زیارتش میکنه و چه شخصیتی هست، چه پیشوایی هست، انسان خودش دیگه مشغول عبادت میشه. تو جزین از ساعتی که وارد عراق میشه یا از ساعتی که از خانه خارج میشه وضو بگیره. من بعض وقتا مثلا از سوئد دارم میام، مثلا میدونم فردا مثلا پرواز دارم، غسل زیارت میکنم از همونجا ظاهر امام حسین هستن. هرچی خرج میکنه خیلی مهمه، توجه میکنم آقایون برادران خواهران، هرچی خرج میکنه، زحمت میکشه، بیخوابی، خستگی، گرسنگی، تشنگی، هر مشکلی که پیش بیاد تمام اونا سرد میشه با عنوان ظاهر امام حسین. هر مقدار پولی که خرج بشه به عنوان خرج در مسیر زیارت امام حسین. پس همون لحظه ای که از خانه فکر بکنی بیای غسل زیارت امام حسین تا برسی به کربلا، شما اینا ثواب ها رو بردی، ثبت نام شده، برات ثبت شده. چه بسا دیگه همیشه با وضو باشه، با وقار باشه تا برسه با حزن و اندوه وارد حرم مطهر ابی عبدالله الحسین میشه، هنگامی که بگه السلام علیکم یا ابا عبدالله، ببین امام حسین چه دلی از تو روشن میکنه، چطور این دلت روشن میشه، اصلا یه حال خاصی پیدا میکنی. به خاطر این بعضی مردم وقتی که وارد حرم میشی میبینی میشه انقدر گریه میکنه اصلا بس. از خودش خارج میشه، از خود بی خود میشه، خود به خود اصلا یک حالت خاصی میگیره. این حالت خشوع از زیارت امام حسین. احسنت، خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. اگر اتاق فرمان به من اطلاع بدن که چقدر تا پایان برنامه هنوز فرصت داریم. بله، ما هنوز 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم حاجی بیاتی، و اگر بخوایم تمام مطالبی که در این شبها صحبت کردیم، هرچند نمیشه همه رو در چند جمله خلاصه کرد، ولی آخرین، چون آخرین شبی هستش که ما هستیم، بله، جمع‌بندی بخوایم بکنیم مطالب شبهای گذشته رو، یک جمله ناب بخوایم خارج بکنیم انشاءالله. ما از اون بیت شعر، مصرع بیت شعر که استفاده کردیم، این حسین کیست؟ وظیفه هر شیعه و هر مسلمان که آمده برای زیارت، یا وظیفه هر مسلمان که امام حسین رو بر او به عنوان پیشوا و رهبر برای او نشانده و شناخته، باید این رو داشته باشه که چه چیزهایی هست مانع باشه و امام حسین چه چیزهایی داد که به اینجا رسید. امام حسین همه چیز رو به خدا داد، که خدا همه چیز رو به او داد. خیلی جالبه، میگه امام حسین هر چیزی که داشت در راه خدا داد، و خدا هر چیزی که داره به اختیار امام حسین گذاشته. دیگه از شفاعت بالاتر از شفاعت نیست، که خداوند متعال شفاعت امام حسین رو انقدر زیاد کرده تا امام صادق میگه اگر کسی فقط یه اشکی بریزد یا مردم رو بگریاند یا گریه بکند، من بکا او ابکا، یا کسی یه بیت شعری بنویسه یا نانی آبی بده یا یک درهمی خرج بکنه یا بیاد یه سلامی بکنه، چه ارزشی داره؟ خیلی ثواب داره. همم شنیدید این روایت ها رو، من نمیخوام تکرار بکنم. تمام این شبایی که ما در 7 شب که خدمت بینندگان عزیز بودیم، این نامه و این پیغام رو میخوایم برسونیم که امام حسین رو بشناسیم. امام حسین یک گوهری که هست که خدا بر ما داده، حیف نشناسیم. احسنت، خیلی ممنون و متشکرم. بسیار بسیار استفاده کردیم و طیب الله حفظکم. انشاءالله که بتونیم از کسانی باشیم که معرفت پیدا میکنن به آقا عبدالحسین. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، از اینکه امشب با برنامه پیش برنامه ایام زیارت اربعین آقا امام حسین علیه السلام همراه بودید، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا با یا علی زو احسنت. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه،
مولای من حسین جان، آقای من حسین جان.